خیلی نکته جالبی گفت. اتفاقا میخوام میخواستم همین رو دقیقاً از خانم کنانی بپرسم. خانم کنانی خوش آمد به شما میگویم. شما اتفاقا جامعه شناس هم هستید. آقای سازگاره میگن این جنگ ملت ایران نیست، جنگ اسرائیل هست و سپاه. منم شخصا مسئله‌شو به عهده میگیرم. منم دقیقاً همینطوری فکر میکنم، تو مقدمه هم توضیح دادم. حالا شما به نظر ماشین پروپاگاندا ایران چی میگه؟ جمهوری اسلامی داره میگه شما اگه همین حرفو الان تو شبکه اجتماعی بنویسین میگه تو بی وطنی، تو مزدوری. چی جنگ تو نیست، جنگ ایرانه. نتانیاهو با خامنه ای کار نداره، با ایران کار داره. نمیدونم میدونی میخواد ایرانو تجزیه کنه، ایرانو میخواد خراب کنه، ایرانو میخواد بدبخت کنه. شما چه فکر میکنید؟ درود بر شما. ببینید در درجه اول اینکه حالا سایبری های رژیم به اصطلاح به ما بگن مزدور یا هر چیز دیگه هیچ اهمیتی نداره. این سایبری ها مدت ها به این مردم توهین ها کردند، این حکومت مدت ها کرامت انسانی این مردم و این کشور رو بار برده. بنابراین آنچه که اونها میگن خب بدیهی است که هیچ اهمیتی نداره. منتها در مورد این مسئله، این شکاف یک شکاف واقعیه. آنچه که ما مردم فکر میکنم حداقل در این چند سال اخیر، در طول این پزشکای اخیر به خوبی مشخص کردیم، آقای مذهبی آزاد در دی ماه 96 به یاد بیارید اون نماز جمعه معروف رو که کشاورزان پشت به امام جمعه، پشت به میهن رو به پشت به دشمن رو به میهن میگفتن. یعنی همون زمان هم اگر بیاد برید در چندین سال گذشته و به خصوص در این خیزش انقلابی اخیر، واضح تکلیف جمهوری اسلامی رو مردم سعی کردن حداقل تا جایی که ممکنه و به خصوص دیاسپورا در خارج از مرزهای ایران مشخص کنه که از جمهوری اسلامی جداست. مردم ایران و جمهوری اسلامی از قضا در دو سر این پاره خط قرار دارن و در یک دشمنی 45 ساله و در اتفاقا در یک جنگ دائمی وجود دارن. اینکه حالا سمت مردم مسلح نیستن اصلا به این معنا نیست که واقعا جنگ جریان نداره. موقعی که موشک پرانی اول جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام گرفت، اگر یادتون باشه، همزمان در ایران در داخل خیابان‌ها لشکرکشی کردن علیه زن و بچه‌های مردم، علیه مردم ایران، و شروع کردن همزمان این طرح اصطلاحاً گشت ارشاد جدیدشون رو اجرا کردن. بنابراین این تفکیک یک تفکیک واقعیه. آیا این جنگ جنگ جمهوری اسلامی یا جنگ مردم؟ منم با فرمایش شما موافقم. فکر می‌کنم کمتر کسی هم مثلا جز به قول شما همون سایبری‌ها در این سیستم مخالف این جریان باشه. ببینید دولت اسرائیل، وزیرش، وزارت دفاعش و حتی شخص نتانیاهو پیام میده و میگه که ما میدونیم، یعنی کسی که اصطلاحا باید دشمن محسوب بشه اگر این پروپاگاندا قرار باشه قبول بشه، ما میدونیم حساب مردم از حساب جمهوری اسلامی جداست و ما هم میدونیم که این حساب باید همینجور دیگر داشته بشه. آقای شاهزاده رضا پهلوی بهشون اشاره کردید، ایشون هم پیام میدن و مطمئنم خیلی کسای دیگه که در فضای سیاسی هستن عنوان میکنن که این جنگ جنگ مردم نیست و در واقع یک نوع این پیام رو میفرستن که حتی مواظب باشید که مردم بتونن این حرف رو در واقع قبول کنن و این جنگ در واقع نشه جنگ ایران و اسرائیل. بنابراین من فکر میکنم همینی که میفرمایین درسته، یک پروپاگاندای مرده است. منتها جمهوری اسلامی طبیعتاً احتیاج داره که این پروپاگاندا رو سر پا نگه داره به امید اینکه آن جنگ جنگ تا پیروزی که در جنگ 8 ساله در واقع مردم متحمل شدند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به اون جنگ احتیاج داشت. بیاد بیاری سخنرانی خمینی رو که متعلق بود روزی میاد، شبی میاد، صدای توپی در میشه و خمودگی رو از انسان ها میگیره، کسی که معتقد بود جنگ برای اینه که در واقع جوان ها رو از کلاب ها و از میکده ها جمع کنیم، واقعا به چشم یک نعمت بهش نگاه میکرد. امیدوارن که اون دوره به قول خودشون دوران طلایی امام شاید برگرده، شاید در لوای یک جنگی که دارن تظاهر میکنن جنگ مردم ایران هست، باز بتونن مردم رو پشت حکومت داشته باشن. ولی خب من فکر میکنم واقعا این یک خیال باطل بیشتر نیست.